شما بیننده ادامه برنامه صبح زندگی از شبکه های آریانا و آریانا نیوز به طور زنده هستین و سلام جداگانه هم تقدیم میکنم به شنونده های خوب ما که از طریق رادیو 93.5 آریانا FM شنونده برنامه هستن و به خصوص راننده عزیز ما که شاید از طریق رادیو موترشان برنامه ما را میشنوند. امیدوار هستیم که امروز هم بخیر سپری بکنین و صبر و حوصله بیشتر شما را میخواهیم که یک ذره شهر و بازار بیروبار زیاد است و گهگاه در ایام ماه مبارک رمضان آدم بی حوصله میشه و این موضوع بالاخره سبب بشه تا جنگ و دعوا صورت بگیره. یکی از موارد بسیار مهم در ماه مبارک رمضانی است که ما به جنگ و دعوا و اعصاب خرابی نه بگوییم. خب شما عزیزان خوش آمدید میگم به بخش اپلیکیشن من و کودکم. طبق معمول بحث‌های مختلف را ما هر هفته در برنامه انتخاب میکنیم و امروز در رابطه با بحث بازی میخواییم معلومات جالب و علمی را با شما عزیزان شریک بسازیم. خب معمولا زمانی که ما در سن کودکی قرار می داشته باشیم شاید بعض بازی هایی با ما صورت بگیره که ترس آور باشه و ما احساس ترس پیدا بکنیم. در کنارش هم شاید بعض فیلم های وحشتناک را تماشا کرده باشیم که می تانه احساس ترس در وجود ما زیاد و زیادتر بسازه. در کنارش هم در جامعه که ما زندگی می کنیم معمولا بزرگای ما و بخصوص مادر کلان و پدر کلان بعض قصه هایی را زمانی که با کودک ها شریک می سازن یا هم زمانی که یک کودک شوخی می کنه یا گپ مادر پدر خود را درست نمیگن، کودک های خود از بسیار زیاد چیزهای تخیلی می ترسانن که این ترس ها بالاخره در وجود کودک زیاد و زیادتر شده میره و سبب میشه که از یک کودک قوی و قدرتمند یک کودک ترسو و ضعیف بسازن که واقعا می تانه در قسمت پرورش و تربیت کودک مشکلات را ایجاد بکنه. حالا قبل از اینکه صحبت های بیشتر با شما عزیزا داشته باشیم چند نکته جالب را در رابطه با اپلیکیشن من و کودکم با هم میبینیم که چگونه در موبایل هایتان میتونید نصب بکنید. برای نصب برنامه من و کودکم در موبایل های هوشمندتان به گوگل پلی و یا اپ استور رفته ترایف وای فایو را جستجو کرده و آن را دانلود و نصب کنید. بعد از نصب موفقانه در موبایل های سیستم اندروید و آی او اس شما می توانید بدون اتصال به اینترنت نیز از این اپلیکیشن استفاده کنید. بله بیننده های عزیز، شما عزیزان میتونین اپلیکیشن من و کودکم را در موبایل های هوشمندتان که از سیستم عامل اندروید و آی او اس پشتیبانی میکنن نصب بکنین و از محتویات علمی این اپلیکیشن بهره ببرین. نگفته نمونه که اپلیکیشن من و کودکم طی تحقیقات علمی ایجاد شده در کشور استرالیا که بنیادهای مختلف در این قسمت نقش خود را داشتن و تانستن که همچو اپلیکیشن خوب را آماده بسازن و من فکر میکنم یکی از نیازهای بسیار اساسی همه ما مردم در افغانستان این است که ما به صورت علمی معلومات داشته باشیم و یاد بگیریم که چطور میتونیم یک کودک را به صورت علمی تربیت بکنیم. معمولا زمانی که والدین کودکای خود را تربیت میکنن اونها از روش های استفاده میکنن که والدین خودشان اونها را تربیت کردن که این روش ها در اکثریت حالات نادرست است و سبب میشه که به ذهنیت کودک، به روان کودک یا هم به خود کودک آسیب برسان. پس خوب است که ما کودکای خود را از این به بعد به گونه تربیت بکنیم که اونا آینده درخشانتر و شگوفاتر داشته باشند و اپلیکیشن من و کودکم خیلی شما عزیزان را کمک میکنه تا معلوماتتان خوب بسازین، معلوماتتان زیاد بسازین و کودکایتان به گونه تربیت بکنین که آینده درخشانتر داشته باشند. اکثریت کودک ها زمانی که در سن 7 سالگی یا 8 سالگی میرسن بعضا دیده میشه که بسیار بی‌جرأت هستند، بعضا دیده میشه که اصلا دوست ندارن در یک جمع قرار بگیرن یا هم زمانی که در یک مهمانی میرن واقعا احساس ترس میکنن و خودشان پنهان میکنن. اینا برمیگرده به ای که والدینشان شاید این کودک ها را در مرحله خردسالی از 0 تا 5 سالگی درست تربیت نکردن یا هم متوجه بعض موضوعات نبودن که بر کودکشان جرأت بتن و یا هم کودکشان در بیشتر مواقع شاید سرکوب شده به خاطر اشتباهاتی که انجام دادن و در نتیجه اینا سبب شده که کودک را یک کودک ترسو و بی‌جرأت بسازه و متاسفانه زمانی که والدین بالو پر یک کودک را در مرحله کودکی قیچی میکنند، کودک را بی‌جرأت میسازند، زمانی که این کودک بزرگ میشه و جوان میشه
مشکلات را در اجتماع متقبل میشه، باز والدین همیشه انتقاد بالای کودک میکنه که چرا پرواز کردن نمیتونه، بالای نوجوان میکنه که چرا خودش را درست در جامعه تقدیم کرده یا ابراز کرده نمیتونه، در حالی که دلیل اصلیش خود والدین بوده که متوجه نکات بسیار ظریف و اساسی در مرحله کودکیش نبوده. پس ما این معلومات ظریف و اساسی را از طریق اپلیکیشن من و کودکم به شما عزیزا فراهم کردین و خیلی راحت بدون از اینکه نیاز به اینترنت داشته باشه موبایلتان میتونین این اپلیکیشن را استفاده بکنین. البته در مرحله اول باید اینترنت به موبایل شما وصل باشه تا اینکه این اپلیکیشن را استفاده بکنین و در مراحل دوم و بعدی که شما نیاز به استفاده اپلیکیشن دارین اصلا نیاز به اینترنت نداره. خب بیننده های عزیز، فعلا هم یک ویدیوی بسیار قشنگ را همکاران ما آماده کردن در رابطه با ترس کودکان. با هم می‌بینیم، دوباره برمیگردیم و در مورد صحبت خواهد کردیم. بله بیننده های عزیز، ویدیو بسیار جالب بود که همکاران ما تهیه کرده بودند. اینکه زمانی که والدین در یک خانواده کودکای خود را میخواهد روحیه بده، چطور میتونه خیلی راحت کودکای خود را روحیه مثبت بده و ترس را از اونا دور بسازه. در بعضی حالات زمانی که یک کودک میترسه یا هم یک صدای انفجار اگر میشنوه که متاسفانه در شهر یا مملکت ما بعضا همچه اتفاقات میفته و کودک ها آشنا هستند و میترسند زمانی که یک صدا را میشنوند، یا هم زمانی که رعد و برق بسیار زیاد شدید صورت میگیره و صدای رعد و برق هم میشنوند، در بعض خانواده ها ممکن است کودک را بترسانند که الا بسلا بچه بدو که بابا غرغوری آمد یا هم بابا آمد که خودت را میخورن، اگر شوخی کردی میخورید، یا هم اگر خواب نکردی میخورید، یا هم یک حیوان را نام میگیرند که کودک را واقعا میترسانند. این ترس ها متاسفانه سالهای زیاد ممکن است که در ذهن کودک باقی بمانه و ترسش هیچ وقت دور نخواهد شد و یا هم مدت زیاد را در بر خواهد گرفت که ترس کودک دور شود. پس بهترین راه به خاطر ای که ما یک کودک را متوجه اشتباهش بسازیم یا هم متوجه کارش بسازیم، خوب است که با کودک به صورت مستقیم بسیار راحت، مثل که ما با یک بزرگسال صحبت میکنیم، با کودک هم ارتباط برقرار بکنیم و از طریق کلام یا صحبت کردن کودک خود را بفهمانیم و برش تشریح بکنیم که اگر همچو کار را خودت انجام میتی، کارت اشتباه است و اینی مشکل را برات ایجاد میکنه، ولی نباید برش بگوییم که فلان حیوان خودت میخوره یا هم یک چیز وحشتناک را بر کودک بیاریم که خودت خواد خورد اگر بگفت من نکردیم. بنان کودک یاد میگیره که چطور کارهایش را خودش به صورت بهتر به پیش ببره اگر ما طریقه های درست را به کودکان خود آموزش بدیم. زمانی که یک کودک میترسه و واقعا از یک حیوان میترسه یا اتفاق ناخوشایند صورت میگیره، خوب است که والدین با آغوش گرفتن کودک ترسش ازش دور بسازن و در کنارشان بعض کلمات و جملات روحی مثبت را باید با کودک خود شریک بسازه که کودک خود اطمینان ببخشه که هیچ گپ نیست، هیچ اتفاق نمیفته و خودت در یک محل یا در یک مکان امن قرار داری و هیچ مشکل خودت را تهدید نمیکنه. آیا هم میتونیم برش بگوییم که من در کنار خودت هستم، نیاز نیست که خودت بترسی یا تشویش بکنی؟ این مسائل سبب میشه که کودک روحیه خوب بگیره. فعلا هم یک نکته جالب دیگر در رابطه با اپلیکیشن من و کودکم با هم میبینیم.
بله، یک لحظه کوتاه میتواند یک تغییر بزرگ را ایجاد بکند. بله، پس همین لحظه شما عزیزان میتونید که اپلیکیشن من و کودکم را در موبایل های هوشمندتان که از سیستم عامل اندروید و iOS پشتیبانی میکنند نصب بکنین و از محتویات جذاب و قشنگ اپلیکیشن من و کودکم استفاده بکنین و کودکانتان را به صورت علمی تربیت بکنین. امیدوار هستیم از داشته های برنامه ما تا این دم لذت برده باشین. تا لحظات بعد قسمت دوم بخش اپلیکیشن من و کودکم تقدیم شما عزیزا خواهد شد با همکار خوبم بصیره جان حبیبی و مهمانشان. در حال حاضر وقفه بسیار کوتاه.